خب طبق توضیحی که داده شدیم تا این مرحله ما اومدیم اطلاعات ژومتری ایمپورت کردیم، سیف کردیم، اطلاعات مربوط به ضریب زبری مانینگ رو برای کانال اصلی رودخانه سایر چپ و سایر راست برای تمامی مقاطع با پیمایش مسیر یا استفاده از روش های مختلف، حالا کاون چاپ یا استفاده از مولینه و تعیین دقیقه ضریب زبری مانینگ تعیین کردیم و وارد کردیم اطلاعات مربوط به ضریب زبری مانینگ رو، اطلاعات مربوط به رژیم جریان که اس کانال هست یا رودخانه می باشن، رژیم جریان رو، نوع رژیم جریان رو تعیین کردیم، حالا اسدی هست، دبی ها بود رو گذشت های مختلف یا دبی که یک دبی که برای روندیابی می خواهیم مد نظرمونه وارد میکنیم، دبیو دو گذشته 2 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 25 ساله، 50 ساله، 100 ساله، پس متر مکعب بر ثانیه. بعد 7 دبی در نظر گرفتیم با دبیو مختلف. در این قسمت ریچ باوندری کندیشن، شرایط کنترل که آیا از منحنی دبیو اشاره میخواستیم کنیم یا از حالا ما از عمق نرمال استفاده کردیم، کلیک میکنیم مقاطع کنترل رو در نظر میگیریم، شامل مقاطع اول و انتهایی میباشد که شیب کف بسته رو به متر به متر وارد میکنیم، مقطع اول شیب به متر به متر در حد 6000 و مقطع دوم به 2000. ما حالا بعد بحث پهنه‌بندی خطر سیلاب رو بعد در این مطالعات در دشت سیلابی انجام میدیم که جایی که رودخانه از کوهستان خارج میشه به مناطق مسطح منتهی میشه، مناطقی که شیبشون کم، ببین شیب کف بسته به متر عدد پایینی رو خواهد در برداشت. اوکی میکنیم، همه اطلاعات وارد شده مربوط به مقاطع کنترل، نوع رژیم جریان، دبی، ضریب زبری مانینگ، اطلاعات مربوط به ژئومتری کف بستن که شامل این روگو میوشده میبینید. بعد قابل در وقتی میخواییم مدل ران کنیم فرمان پرفارم استدی فلو سیمولیشن ساده میکنیم، نوع رژیم جریان، اینکه ساب کریتیکال باشه یا سوپر کریتیکال یا میکس. البته مشاهده شده رژیم جریان میکس یا مختلط در نظر میگیرن بخصوص برای رودخانه ها که وقتی رژیم جریان استدی در نظر میگیرن فرض میکنه که بسط در طول زمان ثابت، نه کنش یا فرسایش، نه کنش فرسایش شدید داریم نه رسوب گذاری، که در حقیقت در رودخانه ها رسوب گذاری و کنش رخ میدن. رژیم جریان میکس انتخاب کرده کمپیوت مدل به ران میشه و نشانه درستی و عدم وجود اشکال در محل کارم است. اگر مدل با مشکل مواجه شود یک ریپورت به ما خواهد داد که تمامی مشکلات موجود، مثلا عدم وارد کردن ضریب و ضریب مانینگ برای چند تا از مقاطع، عدم ترسیم درست مقاطع فلان فلان فلان، که این مشکلات هست باید بریم در محل مربوط اقدام به رفع این مشکلات بگه و دوباره مدل ران میکنیم و در صورتی که هیچ مشکلی وجود نداشته باشد اجرا خواهد شد و نتیجه رو به ما خواهد داد. فرضا اگر شما دبی رو برای روندی وارد نکنید پیغام خواهد داد که دبی وارد نشده. اگر مقطع شماره بر فرض 2090 مشکلی از نحوه ترسیم مقطع کاتلند دارد پیغام میده که این مقطع این مشکل رو خواهد داشت، یا اینکه فرضاً زبزبی این مقطع وارد نشده. مدل ران و ما میتونیم نتایجمون رو استخراج کنیم. برای استخراج نتایج در این قسمت نتایجمون رو میبینیم، از ابتدا شروع میکنیم. پروفیل طولی، پروفیل عرضی رو برای هر یک از مقاطع